ای پیر مغان، دلتنگ تو ام من. ای باغ، ای آب روان، هوایی تو ام من. ای خون چکیده از گلوی یاران، خونخواه منم به خونخواهی تو. ما کس به میهن نپسندیم، هیچ کس به میهن نپسندیم. دشمن خار و زبونش سازی، از خانه دیرین و کهن بیرونش سازی. مهربان یاران، سالگرد انقلاب مهسا، انقلاب رهایی بخش ایران آریایی به رهبری زنان میهنمون در هنگامش هستیم. فرصت‌های زیادی پیش اومده، غنیمت نشمردیم. اگر غنیمت بشماریم و اگر همه هم دل و هم صدا شویم، میهن آزاد می‌شود. سپاسگزار مردم سلحشور و دلیر و آزاده ایران، از هر قشر و طبقه و گروهی هستیم که اومدن توی صحنه. دلیرانه، شجاعانه دارن رخش و اسب خرد رو میتازن تا تازی رو بیرون کنن. امسال شما شاهکار کردید، سنگ تموم گذاشتید. نیروهای پنهان شاهنشاهی در درون این نظام پوسیده شپشی چه کردند امسال؟ بازی کربلای اینا رو به هم ریختن. یعنی اینها میلیاردها دلار پول مردم ایران رو که بخشی نان شب ندارن بخورند رو داشتن خرج و دارن خرج این آشورا پاشورا بازی ها میکنن. میلیاردها دلار به دهنشینان عراق میدن پول که اینها بیان میوه و سیب و خیار و پیاز شفتالو سر راه بدن بینا. دیگه نگاه کنید، مردم آزاده عراقی هستن، بعد بخونون شب نداره بخوره. اونو که میاره میده اونجا شد 10 برابر به دلار بهش پول دادید، پولهای ایران آریایی. امسال مردم باهوش و بازکاوت. ابتدا که حتما دیدید دیگه، ما لازم نیست برای شما نشون بدیم، خود اینها فیلم هایی رو منتشر کردن که در دیگ غذاهای اینها عراقی ها می شاشیدند. این رو که دید. از اون طرف ارتش، نیرو، وقتی میگم نیروهای شاهنشاهی، همه جای کشور رو شامل میشه. از همون دختر جوان و دلیر آزاده که میاد در برابر لچک به سر کلاغ سیاه تازی وای میسته، تا اون کسی که میاد قهرمانانه، قهرمانانه اون جوان آریایی، صدامی تازی داخل میهن که اومده به زن و بچه خودش رو به دیگران زور میگره کتک میذاره، تا اون کسی که در وزارت اطلاعات نشسته و مهره‌ها رو یه جوری میچینه که این کربلا اینا به هم بخوره، یا اون کسی که در ارتش نشسته و در درون ارتش برنامه ریزی محرمانه رو به گونه میکنه که خود اینها مجبور بشن به گریه و زاری بیفتن که آقا کربلاشون خراب شد، آقا گازاشون رو بردن، آقا آشپزی نمیتونن بکنن، آقا میلیون ها دلار هزینه، میلیارد ها دلار هزینه رفتن، چندین هزار تن جنس خریدن بردن و نمیذارن بپزن. این عزیزانی که این فیلم ما را میبینن توجه داشته باشن، این دولت ما خیانت کرد به ملت ایران. کل عراق فرستاد جمعیت رو، الان امروز عتبه با مأمور با اسلحه اومدن گازهای ما را جمع کردن، گفتن نباید اینجا پخت پز بشه. گناه اینها چیه؟ گناه این جمعیت چیه؟ اومده کربلا، آیا زمان مأمور که دست پیرزن میده میرد کربلا الان از اون بدتر شده؟ مردمشون گرسنه میشن. همین هایی که به خاطر یه چلو کباب چهار تا موز
پا میشن لشکر سیاهی میرن اونجا. این سال آخر بود، از سال آینده این بازی تمام میشه توسط خردگرایان ایرانی آریایی و هر روز قدرت ارتش شاهنشاهی در داخل کشور میره بالاتر و هر روز مردم بهتر میفهمن که چگونه این استعمار اومد پادشاه ما رو، اون عظمت و شوکت آریایی رو از بین برد. به خاطر این حرفاش صد بار اینا رو پخش کردیم، تو شهر دادیم، توضیح دادیم. بفهمید و مگذارید به شاهنشاه، به دو پادشاه پهلوی که ایران را از لجن بیرون آوردن کسی توهین کنه. رایی که برای ما میماند دو داست، چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم میگوییم. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند به شرط درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک همحوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و اگر فاصله ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم به اون نفت اضافی چه بکنیم. ابرقدرت ها الان در دنیا، خصوصا در این جامعه جهانی نوی که به وجود اومده، همه اینها خودشون مهرن، خود این رهبران مهرن جا به جاشون میکنن. شما دو نمونه بهتون امروز من نشون میدم، از دو به اصطلاح ابرقدرت جهان، به اصطلاح هم نیست ابرقدرتن، که ببینید رئیسه با یکی جمهور رو رئیسه ولی پاخی نیست، وقتی بخوان میذارنش کنار. همین پاریس ما، قدرتمند ترین رئیس جمهورشون در این سالهای اخیر رفیق ما نیکولا سرکوزی. یکی میگم رفیق ما یادتون نره اینا، ما با اینا نمیشیم چای شیرین بخوریم فلان، اینا ما هر کار میکنیم برای ایران بوده. اینم اصطلاحیه که من دارم میگم رفیق ما، ها ما هرگز اونطور که شما فکر کنید، ما هر جا ایران باشه اونجا هستیم، تا ضد ایرانی بشه باش میجنگیم. یادتون نره. حالا نیکولا سرکوزی که اینقدر قدرتمند بود، قذافی رو انداخت. قذافی رو چندین رئیس جمهور تو آمریکا اومد نتونست بندازش، انگلیس باش درگیر شد نتونست بندازش، قلدوری میکرد همه رو میزد و میکشت و فلان اینا، هیچکی نتونست بندازتش. سرکوزی رو انداخت. حزب الله لبنان هم انتقامش رو گرفت از قذافی که امام موسی صدر رو کشته بود. ولی من روز که سرکوزی گفتم، گفتم تو چه سودی بردی قذافی افتاد؟ هیچ. مملکت با آشوب کشیدی. اما میدونی کی به قسم خودش رسید؟ حزب الله لبنان. نبیه بری که 50 سال 40 خورده سال رئیس پارلمان لبنانه، رئیسشون شما این قذافی کشته بود، اینا قسم خورده اون ترتیب شده دادن اونا. خب اینا کی میفهمه؟ کی میفهمه این بازی جهانی رو؟ یا مثلا شما، من همینجا در همین تلویزیون پارس پخش شد، در برنامه فرانسوی گفتم پیش از این که بایدن برنده بشه، گفتم گورگ سایروس سوگند یاد کرده تا دخل ترامپ رو بیاره، نظر دیگه رئیس جمهور بشه و بعد از اونم ترتیب شه بده بندازتش زندان. اینم رفت زندان. این رفتن ترامپ به زندان یعنی چه؟ تو باید درس بگیری ایرانی، یعنی بدبخت بیچاره که میری در خونه اینا در میزنی، چه میکنی که بیان اینا ایران آزاد کن؟ اینا ایران بیبلا انداختن، این آخونده مهرهای اینا، نوکرای اینا رئیس جمهورهای خودشون رو ترتیبشون رو میدن وقتی که منافع مالیشون بخواد پایمال بشه، وقت میذارن تو بری آخوندهی که داره مثل گاو میدوشنش
و مثل گاو داره بهره کشی میکنن ازش و میلیاردها دلار در سال میگیرن به هوای جنگ لبنان، جنگ سوریه، جنگ عراق، جنگ یمن، مداخلات در با افغانستان، مداخلات در پاکستان، مداخلات در کشورهای آفریقایی، که بعد تازه آفریقایی ها فکر میکنن الان آفریقا داره رهبر جهان میشه، چین داره رهبری جهان رو میگیره، روسیه خط دوم وا کردن، اینا میخوان بریکس میریکسش بکنن، دلار رو نابود کنن. او اینقدر ذکاوت و زیرکی داره که خواهید دید به زودی دخل همه اینا رو میاره، یعنی جنگ هایی رو میندازه، یه کارهایی میکنه، اینا رو میزه سر کار. همونطور خود پوتین گفت ما رو با این جو بایدن گذاشت سر کار، با این جنگ رو تو پای ما کردن. گفت خب بابا تو خر نباید میشه که تنگ تو پات بگن اگه تو اینقدر خری. حالا شما این ترامپ رو که دیدید، هیچ بزرگترین کسی که میگن الان جهان تو دستش داره رهبری میکنی، میخواد خط فلانه، مثل زی یا شی هست، حالا معلوم نیست شیه یا زیه، شی جی هست. این زبانهای مختلف انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایرانی، نوشتن خود اینها اسامیشون و تلفظش برای اینها قرارداد اجتماعی نداره که یکی باشه که همه بگن. حالا این بابا شما ببینید که رهبر جهانه، وقتی میخواد وارد سالن کنفرانس بریکس بشه باید خودش وارد بشه، مشاور درجه یکش، مترجم درجه یکش، نوکر چمدون کشش، نمیدونم کش کش، اجازه نداره وارد بشه. خودش هم بر میگرده نگاه میکنه ولی میره اطاعت میکنه از کادر رهبری که بریکس ساخته. بریکس هم فکر کردین کار خود ایناست، بریکس هم توی اما اقتصاد جهانیه، درست مثل کمپانی های جهانی که با اینکه رقیبن با هم دعوا دارن، یارو دو تا داداشا رفتن یه جفت کفش در آوردن، اون اسمش این گوش چه اسمش گوش، رقیب دعوا درگیری، ولی هر دوتا رو بلاک راک میگردونه، اون با اون داره میجنگه، سال هاست میجنگه، جنگ یمن، عربستان، سعودی، پر بابا، ولی یک مرکز تجارتی سانتر دو فینانس هست در جهان، مال گورکسایروس، که پول اینا رو جا به جا میکنه، درصد چه ور میداره. مدیریت اینا همه عاملن، مهره های شطرنجی هستن. مدیریت دستم اقتصاد جهانی است. اون اقتصاد جهانی الان خیلی هم ذکاوتمند شده با این هوش مصنوعی و خیلی بهتر از همه دوران ها کار میکنه و جهان رو رهبری میکنه، چون هر دو طرف، هر طرف که شود کشته سوده گورکسایروس هست. الان برای ایران ما اینها برنامه دارن، نمیذارن که به همین شلیات و شهریاری رو ببری تو ایران برقرار کنیم، نمیذارن که چه بشه چه بشه. یارو خودش میاد میگه آقا من غلط کردم در مورد محمد رضا شاه، اشتباه فکر میکردم. آدمای دور برش میگن نه اونجور نبود، دخترش میگه نه اینجور نبود. نمونه همین آقای گلستان، ابراهیم گلستان که فوت کرد، اولا که یادتون نره همونطور که من بارها گفتم اینها همینایی که رشد کردن زمان شاه و الان دارن رشد میکنن، برابر تو رسانه ها شما رو میبینین اکثرشون، اینا همه تو ساخت و پاخت های برنامه ریزای خود جهانن. همونطور که من یه علی شریعتی رو میبینن توی پاریس افتاده دست سیگار و شراب که داره میخوره، ولی من عجب خوب حرف میزنه، عجب خوب میتونه خر کنه، میان میگن آقا تو پاشو برو ایران رو آزاد کن، اینجا چی نشستی، پاشو برو ایران روشن کن، میارنش ایران، حسینی ارشادم ساختن.